شناخت علوم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای ساختن ایرانی آباد. بینندگان عزیز رادیو تلویزیون مانی، درود بر شما. بیژن افتخاری هستم در یکی دیگر از برنامه‌های بررسی رویدادهای هفته و امروز اگر اشتباه نکنم پنجشنبه 24 ماه می سال 2022 برابر است با 4 خرداد ماه سال 1401. دوستان گرامی، یکی از جنبه‌های شاید مختص به جمهوری اسلامی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته و علت و ریشه های اون در نیامده، مسئله گروگانگیری است و شما همگی میدونم به یاد دارید که گروگانگیری یکی از ارکان سیاست های این نظام بوده در هر زمینه ها، زمینه اقتصادی، زمینه سیاسی، زمینه فرهنگی. اینا میدونید فکر میکنن که برای به نتیجه رسیدن اهدافشون هر وسیله مجاز است، هر غلطی دلشون میخواد میکنن. ما از زمانی که جمهوری اسلامی سر کار اومده یادمون میاد اولین حرکت تروریستی و گروگانگیری رو که شاید یکی از مهمترین ها در جهان بوده با سفارت آمریکا شروع کرد. البته فقط آمریکا نبوده، انگلیس هم بی‌نصیب نمونده، سفارت عربستان سعودی هم بی‌نصیب نمونده. اون چیزی که در جهان به عنوان نرم پذیرفته شده که سفارتخانه خاک اون کشور معرف می‌شود و دارای مسئولیت هست، هرگز در جمهوری اسلامی معنا پیدا نکرده مگر اینکه حسابی کوبیدن تو سرشون، تازه حالیشون شده که آقا عجب غلطی کردیم. چون که شما میبینید اینا الان خیلی هاشون، حتی اونایی که رفتن و این کار کثیف رو انجام دادن، امروز به این نتیجه رسیدن که کار اشتباهی بود و هزینه‌های بسیار زیادی برای ما به وجود آمد. من در این مورد میخوام حداقل یک بار این موضوع مورد بررسی قرار بگیره و ببینیم که چیه، آیا این مختص این مادون حیوانات جمهوری اسلامیه یا ریشه در تاریخ داره و اینا دارن یه چیزی رو پیگیری میکنن که در تاریخشون وجود داره. و خب چه کسی بهتر از دوست بسیار عزیزم جناب آقای فرامرز طاهری که تاریخدان و تاریخشناس هستن و تاریخ ادیان رو، ادیان مختلف رو مورد مطالعه و بررسی قرار دادن و مقالات زیادی در این مورد ازشون چاپ شده. هنوز هم بخشای از این مقالات رو در فیسبوک منتشر میکنن و میدونم که اطلاعاتشون در این مورد بسیار بسیار خوب و ارزشمند است. جناب طاهری عزیز، بسیار خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتید، یک بار دیگر در خدمتتون هستیم. سپاسگزار میکنم از وقتتون و خواهش میکنم در مورد این موضوع نظرتون رو بفهمید. خیلی سپاسگزارم. ابتدا درودی دارم خدمت شما و سپاسگزارم از دعوت شما از من برای این برنامه و همچنین درود دارم خدمت تمام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه و سپاسگزاری میکنم از مدیریت و تمام دست‌اندرکاران رسانه مانی که مدیریت این برنامه رو به عهده دارن. جناب افتخاری، اگر اجازه بدید من ابتدا یک مقدمه‌ای در رابطه با این رذائل ایدئولوژی اسلامی، همونطوری که در صحبت خصوصی ما شما گفتم، من دیگه این حتی در چارچوب دین نمیتونم چنین ایدئولوژی رو تعریف بکنم. این تنها
در چارچوب یک ایدئولوژی تمامیت خواه زورگوی قدرت طلب قابل تعریفه. اصلا این دیگه دین نیست آخه، این همه نابسامانی، این همه زورگویی، این همه زیر پا گذاشتن حقوق انسانی پیروان اصلا قابل مقایسه نیست، واقعا قابل توجیه نیست. برای همین ابتدا من باید یک مقدمه خدمت شما عرض کنم که مسئله، البته میگم زمان برنامه کوتاست، ما نمیتونیم برنامه های بلند مدت داشته باشیم، برای همین به صورت بسیار اختصاری ما داریم این صحبت ها رو در رابطه با مسائل و رسالت های اسلامی صحبت میکنیم، و الا اگر بنا باشه که به صورت باز این مطالب رو عنوان بکنیم و همه به همه مطالب اشاره کنیم، باور بفرمایید ساعت ها باید روی این برنامه ها کار کرد. در نهایت در اسلام ما میبینیم که شاهد هستیم که واقعا یک سری مسائل و رسالت هایی وجود داره. مثلا فرض بفرمایی جزیه. جزیه به معنی مالیات و خراجیه که اسلام از افراد اهل کتاب و اهل کتاب، غیر اهل کتاب نه، گرفته میشه تا در قلمروی اسلامی جان و مالشون حفظ بشه. حتی ما بابت جزیه در قرآن سوره توبه آیه 20 بهش اشاره میکنه که اهل کتاب در قلمروی اسلامی باید جزیه بپردازن. یک کتابی هست به نام شرح لمه، نوشته احمد آخوند احمد آملی، معروف به شهید ثانیه، که در تمام حوزه های علمیه، حوزه های مذهبی تدریس میشه، یکی از کتاب های مهم این حوزه هاست. ایشون در این کتاب میشه هنگامی که مسلمان ها میخوان جزیره رو از غیر مسلمان بگیرن در بلاد اسلامی، باید موهای اونا رو بکشن یا سیلی به صورتشون بزنن و اونا رو کوچک کنن و تحقیر کنن، به این خاطر که دین اسلام دین آیین برحقیه و کسی حق نداره جز اون رو بپذیره، و کسانی هم که اسلام رو نپذیرن باید کوچک شمرده بشن و تحقیر بشن تا نهایتاً به اسلام روی بیارن. یعنی این مسلمانی که این همه دم از مبارزه با باج‌خواهی استکبار جهانی میکنه، خودش 1400 ساله به عنوان جزیه از اقلیت‌های دینی باج میگیره. خب این باج‌خواهی یعنی چی؟ یا جهاد مثلا علیه کفار. شما آقای افتخاری باید تاریخ تهاجمات و واقعا تهاجمات وحشیانه اسلامیستا رو به مناطق ایران، خراسان بزرگ، آسیای میانه، آسیای صغیر یا آناتولی را بخونید تا بفهمید چقدر جنایت تحت عنوان جهاد علیه کفار در این مناطق بوده. این باید تاریخ، باید واقعا تا تاریخ رو نخونی از هر دیکتاتوری در طول تاریخ بشر بدتر بوده. بی جهت نیست که سعدی میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون به حقیقت نرسیدن ره افسانه زدن. ترور و گروگانگیری هم یکی دو تا از این رسالت های اسلامیه که در ایدئولوژی اسلامی جزء اصول بنیادی نشست. ترور یا قتل سیاسی نوع قتل عمده که با هدف کیفر و اهداف سیاسی انجام میشه. گروگانگیری هم که یک جرمیه که آثار و تبعات داخلی و بین المللی اون بسیار نگران کننده است. به همین دلیل سازمان ملل در کنوانسیون مقابله با گروگانگیری در سال 1979 به عنوان مهمترین سند اختصاصی تدوین شده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرایی کیفری برای مرتکبین این جرم شده بود.
یا اشاره به جرم گروگانگیری در اساسنامه دیوان کیفر بین المللی که در سال 1998 به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعه بین المللی نسبت به این جرمه. اما متاسفانه در حقوق ایران هنوز ضمانت اجرایی کیفر خاصی برای مرتکبان گروگانگیری پیشبینی نشد. از این رو در موارد ارتکاب این جرم تعیین مجازات برای متهمان اصلا وجود نداره. به همین دلیل همونطوری که شما فرمودید تصرف سفارت آمریکا که در ادبیات سیاسی رژیم مذهبی شیعه حاکم بر ایران تسخیر لانه جاسوسی و در ادبیات رسانه‌های غرب بحران گروگانگیری در خونده میشه، دوران 444 روزه به گروگان گرفتن 66 دیپلمات آمریکایی در تاریخ 4 نوامبر 1979 که با حمله تعدادی از دانشجویان موسوم به دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران صورت گرفته، در واقع ضمن اینکه یکی از عمده ترین بحران های بین المللی شده بود، چهره واقعی حاکمیت اسلامی رو به جهانیان نشون داد. در سال 1982 یک گروه از حزب الله و دیگر گروه های تروریستی تحت حمایت ایران 96 تا تبعه خارجی در لبنان از جمله 25 آمریکایی رو ربودن و به مدت 10 سال به گروگان گرفتن. بنابراین ما میبینیم که ما با یک رژیم حرفه‌ای در بحث گروگانگیری و باج‌خواهی برای حمایت از عاملانش روبرو هستیم که پیشاپیش میدونه باید از کدوم کشور گروگان بگیره تا در مراحل بعدی در صورت بازداشت وابستگان پیشین و کنونی خودش قدرت مانور برای مذاکره و مبادله داشته باشه. بلایی که امروز داره به سر احمد جلالی میاد. حالا اینها همه جزء اصول بنیادین اسلامه که از نظر من این یک ایدئولوژی. اولین تلور رسمی حکومت اسلامی در مدینه به نام خانومی به نام اسماء بنت مروان زده شده، مستند شده. زن شاعری بوده از قبیله اوس، یکی از این قبایلی که با محمد پیمان بسته بودن و مادر 5 فرزند بود که توسط شوهرش که یکی از شمشیرکشای محمد بود به جرم سرودن اشعار در انتقاد از مردم مدینه به دلیل حمایت از محمد کشته شد، ترور شد. صبح روز بعد که اسماء ترور شد، محمد در مسجد رو به تمام اون شمشیرکشای خودش کرد و گفت اگه شما میل داری کسی رو که به خدا و پیامبرش خدمت کرده رو بشناسید به این مرد نگاه کنید، و مردی رو شوهر اسماء رو که زنشون ترور کرده بود نشون داد. یعنی واقعا با ترور اسماء از طرف حکومت اسلامی اعلام رسمی سرکوب و خفقان سیاسی در مدینه به جرم مخالفت سیاسی با بنیانگذار دینی به نام اسلام اعلام شد و اعلام سریع دشمنی با آزادی بیان در میان قبایل جزیرات العرب و سلطه وحشت اسلامی بر سر یهودی‌ها که تا امروز این رذالت اسلامی میبینیم شاهد هستیم در جوامع مسلمان تداوم داره. 24 ساعته باید اسرائیل از بین بره، از نقشه جغرافیا حذف بشه. یعنی این اصول در اسلام هرگز به دست فراموشی سپرده نشده، به خاطر اینکه این اسلام بجز این ترور و واقعا گروگانگیری و رذالت های دیگه انگیزه های واقعا دیگری برای جذب پیروان خودش نداره.
این یک واقعیتیه که در طول 1400 ساله ثابت شده. حالا چند هفته بعد از ترور اسما یک پیرمرد یهودی از قبیله یهودیا باز ترور شد که 100 سال عمر داشت و به خاطر اینکه بر علیه محمد اشعاری رو سروده بود ارزم بزرگ شما ترور شد. یا بعد از اون یک شخصی به نام کعب ابن اشرف از قبیله یهودی بنی نظیر ترور شد که از مخالفین سرسخت محمد بود و همه جا در اشعارش بر علیه نیت‌های پلید اون افشاگری میکرد و در بعد از جنگ بدر هم مثل که رفته بود مکه و مرگ سران قریش رو در جنگ بدر به اونا تسلیت گفته بود. این ترورها همچنان ادامه داشت که ما اگر بنا باشه اینها رو همه رو واقعا چیز کنیم، مستندش کنیم، ساعت ها وقت میبره. ولی جالب اینه که صبح روز بعد از اینکه محمد در مسجد اومد و بهش خبر دادن که به اصطلاح پیروانش کعب ابن اشرف را ترور کردن و یهودیان بر علیه این ترور تظاهرات کردن، اعتراض کردن، محمد عصبانی شد، به پیروانش دستور داد هر کجا یهودیان رو پیدا کردید اونا رو بکشید. این در سیره ابو هشام قید شده و به موجب این دستور بوده که این دستور محمد بود که یکی از شمشیر کشاش موقعی که به حساب یک تاجر یهودی به نام ابن سنیا رو میبینه که همپیمان قبیلش بوده و سالها بهش کار داده، بهش منفعت رسونده، دید و اونو به قتل رسوند و اموالش رو مصادره کرد. نکته بسیار تلخ و آموزنده در این واقعه این بود که هنگامی برادر این آقا بهش اعتراض کرد که آقا ابن سنیا به تو کمک کرده، سالها به تو نون رسونده، همپیمان قبیله ما بوده، چرا اونو که سرزنشش کرد؟ جواب داد به خدا سوگند اگر کسی که به من دستور داده ابن سنیا رو بکشم این دستور رو برای قتل تو هم به من میداد تو رو هم میکشتم. ببینید ترور، آدم کشی جز اصول اصلی و بنیادین اسلامه. امروز هم داریم میبینیم همین اتفاقات داره میفته. جمهوری اسلامی با تأسیسش کم ارزان به حضور شما آدم نکشت. محمد زمانی که مکه رسید اسم ده مکه رو فتح کرد، اسم ده نفر رو به اون شمشیر کشاش داد که این ده نفر باید ترور بشن، که از این ده نفر یکیشون عبدالله ابن سعد ابن علی سرهه بود، اولین کاتب محمد. این آقا به این دلیل که میدید محمد میگه من اینها به من وحی شده ولی هر تغییراتی که میگه صداش در نمیاد، کتابت با محمد رو رها کرد و رفت. ولی با توجه به که این شخص یکی از فامیل های عثمان خلیفه سوم به صراحت جز خلفای چیز بوده، راشدین بوده، با وساطت اون نجات پیدا کرد ولی 9 نفر دیگر اعدام شد. خب شما نگاه کنید این اقدام ها تا چه اندازه سبب ترس و وحشت ساکنان همون جزیره العرب شده و بسیاری از اونا رو از ترس و نه از اعتقاد غربی به اسلام روی آوردن. اینا تنها نمونه های بسیار کمی از محمد و عملیات و رفتارهای غیر انسانی و محمد و پیروانشه. قطعا جمع‌آوری اینا نیازمند نگارش کتابای قطوریه که از حوصله و هدف این برنامه هم خارجه. ولی مسئله اینجاست که این تروریسمی رو که محمد شخصا از پیروانش درخواست میکرد با مرگ محمد پایان نگرفت
و مسلمان ها پس از اون نیز این رویه رو مثل یک سنت نبوی ادامه دادن. مثل درست اسلامگرای آدم کشی که تحت نام پناهنده وارد خاک اروپا شدن و مردم بیگناه در فرانسه در یک کنسرت ناجوانمردانه و الله اکبر گویان به رگبار جهالت دینی خودشون بستن. ببینید واقعیت امر اینه. در واقع ما نباید توقع داشته باشیم از رژیمی مذهبی یا هر رژیم اسلامی که بخواد به قوانین بین المللی احترام بذاره. امروز واقعا مردم خاورمیانه همه شاهد هستن، مردم خاورمیانه واقعا درگیر یکی از واقعا مشکلات و مسائلی شدن که آقای افتخاری آدم واقعا نمیدونه چی کار بکنه. این مسائل به قدری باعث ناراحتی و نگرانی مردم شده که هر کسی کمترین امکاناتی وجود داشته در اختیار داشته باشه فرار میکنه، از این سرزمین میذاره میره. من با توجه به وسعت این برنامه خواهش میکنم اگر سوالاتی هست در این زمینه بفرمایید، من در خدمت شما هستم. بله خیلی متشکرم جناب طاهری عزیز از این تاریخچه‌ای که فرمودید. پس معلوم میشه که اصلا بنیانگذار این دین و مذهب خودش معتقد به ایجاد وحشت و از بین بردن مخالفین بوده. اون کاتب رو که فرمودید، من فکر میکنم کاتب متوجه شده که این چیزی که محمد به عنوان وحی الهی میگه حرفای خودشه، عوض هم میشه، متوجه نمیشه و بنابراین گذشته رفته و برای محمد خیلی خطرناک بوده همچین کسی که بیاد این برونور. یعنی اون موقع که فیسبوک و اینستاگرام و اینا نبوده که تمام دنیا رو خبردار بکنه، همون چند نفر دوروبرش میشنیدن ممکن بود پخش بشه، بنابراین این اتفاق رو دستور داده بیفته. جناب طاهری عزیز، ما در نظام مادون حیوانات اسلامی مرتب میشنویم که آقای خامنه‌ای معتقد به این نکته است، به معنی النصر به رعب، رعب به عنوان رعب و وحشت، النصر به رعب. و اینو من بارها شنیدم حتی در مثلا صحبت‌های رسمی هم شنیدم که خامنه‌ای معتقد است در النصر به رعب. این ریشه چیه؟ آیه قرآن، سنت پیغمبر، یه چیز مندرآوردیه؟ بر هر حال بر همین اساس به نظر میرسه که تمام کثافتکاری های این نظام قابل توجیه برای خودشون، البته که باید مردم رو در وحشت نگه داشت تا پیروز باشیم. خواهش میکنم در این مورد بفرمایید. و آیا گرانگانگیری هم بخشی از این داستان ایجاد رعب و وحشت یا خیر؟ بفرمایید. خواهش میکنم. ما در قرآن به صورت مستند 20 مورد داریم که مستقیما اشاره کرده مخالفین به اسم مسلمان ها گفته مخالفین خودتون رو بکشید. به صورت تلویحی 158 بار قید کرده که کشتن غیر مسلمان ها لازمه. حالا شما در نظر بگیرید که با توجه به که کتاب مرجع اینا 20 مورد 20 آیه مستقیم داره، هر جا مخالفین رو دیدید بکشید، آیا غیر از با ترور و با گروگانگیری راه دیگه‌ای وجود داره؟ میکشن. خامنه‌ای هم بر اساس همین این حرفا رو میزنه. ببینید اصلا به صورت کلی ما اگر بخوایم ترور رو معنی و تعریف کنیم در اسلام، ترور به زبان اسلامی ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنای اسلامه. این پدیده خشونت محور بخشی از آمیزهای اصلی دین اسلامه و فرقی هم در این زمینه میون اسلام عربی و غیر عربی نیست. جایی که مسلمان قدرت داشته باشه به هر طریق ممکن با تکیه به آمیزهای اسلامی مخالفین خودش سرکوب میکنه و میکشه.
جایی هم که قدرت نداشته باشه ابتدا با مظلوم نمایی و توطئه به طرق مختلف مثل انفجارهای کور، کشتارهای کور، زهر خودش رو به دشمنان اسلام می‌ریزه تا یک قدم به هدف خودش که ایجاد تزلزل در دل دشمنان اسلام نزدیک بشه. البته دشمنان اسلام که میگن نسبتیه که اسلامیستای به دنبال قدرت، غارت و چپاولگر به تمام مخالفین خودشون میدن و الا بنده که اینجا نشستم نقد اسلام رو دارم میکنم، من هیچ وقت کاری ندارم به اعتقادات شخصی افراد. هر کسی میتونه بره تو در داخل خانش به جای 17 رکعت نماز 170 رکعت نماز بخونه، به جای یک ماه روزه تمام 12 ماه سال روزه بگیره. هیچ کس باش کاری نداره. این یکی از اصول جوامع دموکراتیک هستن. کسی اجازه نداره به اعتقادات شخصی کسی. ولی اینی که دم به ساعت هی میشنویم اعتقادات ما احترام بذاره، این اعتقادات احترام گذاشتن به اعتقادات یعنی این که تو من به شما اجازه بدم آقای مسلمان شما بیای منو بکشی، هر موقع دلت خواست بیای منو مجازات کنی، هر موقع دلت خواست بیای منو غارت کنی، به خانواده من تجاوز کنی، دختر منو ببری در داخل زندان بهش تجاوز کنی، پسر منو به عناوین مختلف دستگیر کنی، بکشی، اعدام کنی. این یعنی احترام به عقاید شما. آیا این واقعا انسانیه؟ خب وقتی هم که قدرت نداشته باشه دست به عملیات کور میزنه، مثل واقعه دلخراش سینما رکس آبادان. دکتر محمود مرادخانی، خواهرزاده خامنه‌ای، پسر شیخ علی تهرانی، معتقد فاجعه سینما رکس آبادان که در 28 مرداد سال 1357 اتفاق افتاد و در اون 600 ایرانی جان باختن به دستور مستقیم جمع کوچکی از آخوندهای قم به نام شورای اسلامی انجام شد. چرا؟ برای اینکه مردم آبادان هنوز وارد جریان اعتراض ها علیه حکومت پهلوی نشده بودن. یا آقای پژوهشگری هم به نام جمشید احمدیان، مجید احمدیان ببخشید، یکی از محققایی است که در غرب یک کتاب 200 صفحه‌ای در این باره نوشته. اصلا برآورد سازمان های امنیتی بین المللی نشون میده که در سال 2015 انجام شد، تروریست اسلامی مسئول 74% مرگ‌های تروریستی در جهان. در تروریست اسلامی ایدئولوژی اسلامی انگیزه بسیار بزرگتری نسبت به دلایل شخصی مثل پول گرفتن و فلان اینا داره. این انگیزه های ایدئولوژیکیه که همه جوامع بشریت رو، جهانیان رو تهدید میکنه. چرا؟ اسلامیستا و توریستا اسلامی باور دارن که تمام پیروان این دین باید به اسلام ناب که در زمان محمد وجود داشته بازگردن و این مشکل اساسی ایدئولوژی اسلامی. آقای افتخاری، ما نمیتونیم واقعا به این هیچ گونه تمایلات انسانی بچسبونیم، به هیچ صورت امکان پذیر نیست. دو تا از خبرنگارهای آمریکایی به نام دنیل بنجامین و استیونسن سیمون کتابی نوشته بودن به نام دوران ترور مقدس. ایشون در این کتاب میگه رفتارهای توریست اسلامی کاملا سرچشمه دینی داره. اونا کشتن مخالفین رو یه نوع وظیفه دینی میدونن و به اقدام میکنن و تصمیم این کار میزنن. رفتارهای اونا نه به صورت استراتژیک نه سیاسی، اینها یک نوع تلاشی میکنن تحت عنوان رستگاری، یعنی اینکه باید همه کسانی که برتری مطلق خدا رو به چالش میکشن سلاخی و تغییر بشن. مثلا
یکی از تروریستای اسلامی که در واقع تیراندازی به هیئت تحریریه مجله فوکایی شارلی ابدو در پاریس دستاش، به خبرنگاران فرانسوی گفته بود ما مدافعان محمد پیامبر هستیم. خب خود شما اشاره کردید در ابتدای برنامه، حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 تاکنون بزرگترین عملیات توریستی تاریخ ایالات متحده به شما میره. خیلی از پژوهشگرها حادثه 11 سپتامبر رو مانند حمله ژاپن به بندر پرهابل مقایسه میکنن و میگن به همون اندازه تاریخ آمریکا رو، تاریخ سیاسی آمریکا رو تغییر داده. در این حادثه تروریستی که به نوعی اعلام جنگ یک گروه تروریستی اسلامی با یک کشور بوده، مجموعاً 2994 تن از 90 کشور مختلف جهان کشته شدن. و متاسفانه گزارش‌ها نشون میده بعد از اتفاقات 11 سپتامبر حملات تروریستی افزایش پیدا کرده. در واقع تلفات ناشی از تروریسم در 15 سال گذشته به طرز قابل توجهی افزایش داشته. دلیلش هم اینه که آقای افتخاری نفوذ کردن در جوامع غربی. در فرانسه ما 2300 تا مسجد، در آلمان 3000 تا، در انگلیس 1600 تا، در هلند 300 تا، در بلژیک 350 تا. حالا غیر از تعداد سالن‌های نماز غیر رسمی و نیمه مخفی که وجود داره، مماشات ما خیلی تو برنامه هم به این مسئله اشاره کردم که مماشات سیاست‌های دولت‌های غربی خطرناکه با این رژیم. الان به نظر من اگه از من تحلیلی بخوایم میگم آقا پوتین دیده که اینها 40 ساله دارن هر غلطی دلشون میخواد میکنن، دنیا هیچ کاری نکرده. میگه من چرا نکنم؟ من که بمب اتمم دارم که. مماشات با این رژیم به هیچ عنوان به نفع هیچ انسانی نیست. حالا اینو من نمیتونم تصریح، من نمیگم که غرب همه تقصیر را، شاید اونها هم واقعا یک سیاست هایی رو در نظر میگه، ولی نباید با این رژیم مناشات میکرد. اگر مناشات نمی کردن و از همون روز، بله موقعی که اتفاق 11 سپتامبر افتاد آمریکا رفت افغانستان، ولی 20 سال بعد تمام تسلیحاتی که برد گذاشت برای طالبان برگشت اومد. این نتیجه چیه؟ شما اگر میخواستید واقعا تسلیحاتو بذاری اونجا، بعد چرا دارید یه جور دیگه تعبیرش میکنی این مسئله رو؟ طالبانی که فقط تسلیحاتش جسه بود و حد اکثر یه خمپاره یا بازوکا، امروز به تسلیحات مدرنی دست پیدا کرد که اصلا بلد نیست ازش استفاده بکنه. این مماشاته خیلی به ضرر مردم خاورمیانه، نه تنها مردم خاورمیانه. آقای افتخاری من به شما قول میدم که این زهرش به تمام جهانیان برسه، رسیده الان، اصلا شک و تردید نکنید. شما نگاه کنید یکی از حاکم‌های مسلمان منطقه بر اساس قوانین بین‌المللی عمل نمی‌کنه. از اون اردوانش بگیر، از این به اصطلاح خامنه‌ایش بگیر، اصلا هیچ کدومشون به قوانین بین‌المللی احترام نمیذاره. حاکمیت ارضی در این منطقه بزرگ خاورمیانه واقعا زیر سوال رفته. آقای اردوان شما در سوریه چی کار میکنید؟ کسی از این سوال نمیکنه. آقا اینا ترکمن، خب به شما چه ترکمنه؟ حاکمیت ارضی یک واقعا قانون مستند سازمان ملله، چرا بهش احترام نمیگذارید؟ اسلام اصلا این چیزها رو به رسمیت نمیشناسه، برای همینم دست به ترور میزنه، دست به آدم کشی میزنه و هزاران رذالت ارزم به حضور شما
غیر انسانی رو مرتکب میشه فقط به خاطر که حکومتش استمرار پیدا بکنه. الان شما نگاه بکنید، چندی پیش من در چیز خوندم، در رسانه ها خوندم، دو تا یکی از اون به اصطلاح مسئولین فرودگاه اینو گزارش کرد، دو تا هواپیما از حشد الشعیبی و نمیدونم از لبنان حزب الله لبنان وارد ایران شدن برای سرکوب مردم ایران. خب شما حساب بکنید اصلا قابل توجیه این مطلب؟ واقعا در قرن 21 جهانی که این همه برای انسان ارزش قائل میشه، جهانی که میگه آقا انسان ها دو تا هویت دارن، یه هویت ملی، هویت بین المللی، چقدر باید مردم خاورمیانه فرار کنن بیان به سمت کشورهای اروپایی؟ الان فقط نزدیک به 7 میلیون ایرانی خارج از ایران داره زندگی میکنه. اینها مسئولش کیه؟ من ایرانی در سن 40 خورده سال باید فرار کنم از ایران بیام برای چی؟ برای اینکه گفتم آقا کار شما درست نیست، کار شما انسانی نیست، انسانی رفتار کنید. من با نماز خوندن و فرایض دینی کسی مشکلی ندارم، من میگم انسانی رفتار کنید، شرایط انسانی رو در نظر بگیرید، حقوق انسانها رو رعایت بکنید. به جای ساختن موشک و نمیدونم انبار موشک، ما این مملکت نیازمند آب آشامیدنیه، نیازمند نانه، نیازمند گندمه. چه کار کردید؟ همش به این کار رو پرداخت کرد. نه تنها ایران، تمام کشورها درگیر همین مسئله هستن، مشکل دارن. خب در چنین شرایطی شما فکر میکنید که واقعا مسئله ترور یا گروگانگیری چیز بسیار غیر قابل باوریه؟ نه، اینا همه کار میکنه. آقای احمد جلالی به دعوت یکی از نهادهای ایرانی رفته بود در یک کنفرانسی شرکت کنه، بعد بهش تهمت زدن، گفتن آقا تو اطلاعات هسته ای ایران رو میدادی به موساد، گرفتن کردنش تو زندان. حالا هم که نوری رو که دادیار دادگاه زندان گوهردشت بوده در زمان اعدام سالهای 70 و 60 و 70، گرفتن در سوئد دارن مجازاتش میکنن، حبس ابد، اینجا که اعدام نداره، حبس ابد براش بریدن، متاسفانه اومده اونو به گروگان گرفته، گفته خب اگه تو بخوای اینو نگه داری منم اونو اعدامش میکنم. این اصول اسلامی، هیچ شک و تردیدی نکنید که اینها مثلا خلاف اسلام دارن. نخیر، اسلام به عنوان اسلام رحمانی که این همه از اسلام نه وجود نداره، چون اصول انسانی درش رعایت نشده. آقای افتخاری، اصول انسانی یعنی هیچ، شما در تمام متون اسلامی شما پژوهش بفرمایید نگاه کنید، یک جا از جایگاه انسان و کرامتش چرا صحبت‌های الهی زدن، عدالت الهی، نمیدونم مسائل، ولی اینا هیچ کدوم به اجرا در نیامده، هیچ کدوم قابل اجرا نبوده. وقتی شما میگید آقا کسی رأی‌گیری معنی نداره که، ولی فقیه نیاز به رأی‌گیری نداره که، ولی فقیه رو فقط باید باش بیعت کنید، یعنی زیر سوال بردن تمام اصول انسانی در جامعه امروز دنیا. خب همون آقای که ولی فقیه فرمان میده آقا برید فلانی بر علیه من صحبت کرده بکشیدش، و این کارو میکنن، مگه نبود؟ مگه خمینی فرمان قتل سلمان رشدی رو نداد؟ نداد؟ داد دیگه. فرخزاد، فرخزاد مگه نبود؟ غیر از این 180 نفر از شخصیت‌های 180 نفر از شخصیت‌های مخالف رژیم در اروپا ترور شدن.
در طول این 40 سال. حالا ما میگیم آقا تاریخ نویسا اشتباه میکنن، درو ما همین 40 سال رو در نظر میگیریم. 180 تا شخصیت در خارج از کشور ترور شدن. شاپور بختیار در فرانسه، فرمودید فرخزاد در آلمان، خیلی ها بودن افراد. این آقای رئیس حزب دموکرات کردستان، یا مثلا واقعی ترور میکینوس در آلمان که آقای پاسدار احمدی نژاد که امروز فاز دفاع مردم سالاری رو به خودش گرفته، مسئول تأمین اسلحه بوده برای این واقعی تروریستی. آدم واقعا، شما میگید ما 55 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، واقعا انقدر حرف هست که آدم نمیدونه کدومش رو خلاصه کنه کدومش رو بگه. انقدر این مسائل و مشکلات در ظرف همین 40 سال. ببینید سال 1983 بارها بارها عملیات تروریستی حزب الله تحت حمایت رژیم شیعی ایران در لبنان انجام شد، در سفارت های مرکز، نمیدونم، سفارت عراق، مرکز تفنگداران دریایی آمریکا و فرانسه، که تقریبا در حدود 500-600 نفر کشته شدن فقط در سال 1983. اینا چجوری میخواد توجیه بشه؟ اصلا چه معنی داره وقتی یک کشوری، ازم به حضور شما که عضو سازمان ملل، چجوری میتونه از یک نهاد تروریستی مثل حزب الله، تو ارتش داری، سپاه پاسداران داری در داخل ایران، به چه دلیل داری از حزب الله، سپاه قدس که واقعا تروریستیه، تمام کارهای ترور رو نمیدونم جابجایی مواد مخدر و جابجایی تسلیحات برای گروه های شبه نظامی رو داره مدیریت میکنه، اصلا چه منچه توجیه؟ در حال حاضر ما نزدیک به 400 گروه شبه نظامی تروریست در منطقه داریم. آخه این از کجا در اومدن؟ تمام این هم بعد از تشکیل رژیم مذهبی در ایران شده. قبل از اون آقای افتخاری نمیگم نبود، بسیار کم بود تروریست اسلامی، و اگر کاری تروریستی انجام میشد به شدت از طرف کشورهای اسلامی چیز میشد، محکوم میشد، اعلامیه میدادن اصلا محکومه، چرا این کار رو میکنه؟ ولی با تأسیس رژیم شیعه اسلامی در ایران اصلا مثل اینکه واقعا تمام اون ارزش و اعتبار مذهبی خودش رو خمینی گذاشت برای تروریسم اسلام، همه چی عوض شد. تمام اصول انسانی رو بردن زیر سوال و دست به تروریست زدن، ترور افراد و شخصیت‌های مختلف زدن، فتوای قتل اینو اونو صادر کردن. مرتبا در طول این 40 سال هر جایی که صدای، باور بفرمایید که الان در حال حاضر که یک هنوزم خاموش نشدن، هنوزم آخرین بار میدونید که یکی دوتا از این رهبران کرد بود، نه من کجا بود، در ترکیه ره بودن بردن ایران، هنوزم، یا همون یه آقایی بود اسمش الان یادم رفته در فرانسه زندگی میکرد صحبت میکرد، خیلی مال به اصطلاح چیز بود، اینا رو همه رو توسط همین گرفت کشیدنش به بغداد که بره با اون آیت الله آره آیت آقای زن ترو، اینا گروگانگیری همینه دیگه، اصلا اصول جز اصول. یعنی هیچ کس هم از این کشورهای اسلامی من نمیدونم جرئت نمیکنن یا واقعا واهمه دارن محکوم نمیکنن این مسائلو. شاید جناب طاهری گرامی، شاید هم این کارهایی که این نظام میکنن یه عده در غرب و یه عده در کشور اسلامی ازش منفعت میبرن. 100% منفعت داره که اینا این کار رو میکنن. 100%. ببینید ما الان
تکنوکرات واقعا فرهیخته و دانا کم نداریم در خارج از کشور، ولی اینا تکنوکرات ها باید بدونن که مشکل اصلی واقعا ایدئولوژی اسلامیه. تا زمانی که این ایدئولوژی از پیکر سیاسی جامعه ایران کنده نشه و به حاشیه رانده نشه، باور بکنید هر حکومتی که بیاد، هر دسته‌ای که بیاد، نهایتاً دوباره سر از همین ایدئولوژی ده. بذارید من یک مطلب رو براتون برسونم. میدونید که مذاکرات برجام در وین به مشکل خورد و قطع شد. نمایندگان کشورها، کشور مذاکره کننده، برگشتن کشورش. اتحادیه اروپا که از وجود جمهوری اسلامی سود میبره و بارها مسئولینش گفتن که بازار ایران یه بازار بسیار جذابی است، به عنوان دلال مظلمه آقای اندرو مورا یا نماین یعنی دبیر سیاسی اتحادیه اروپا رو محمود میکنه که آقا پاشو برو ایران، با اینا یه مقدار صحبت کن، یه چیزایی رو حالیشون کن که متوجه بشن عدم مذاکره به ضررشون تمام میشه، بیان بشینن پای مذاکره. آقای مورا به وزارت امور خارجه اعلام میکنه که من میخوام بیام بشینم با مسئولیتون صحبت کنم. اونا دو هفته بهش میگن دو هفته صبر کن تا بهت اعلام کن. فکر میکنی تو این دو هفته رفتن چیکار کرد برای اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه؟ دو تا تبعه فرانسوی، یکی خانم اگر اشتباه نکنم سیسیل کلوهارت و شوهرش آقای پاریس رو، این دوتا رو شناسایی میکنن، توریستن، داخل ایران هم ظاهرا اصفهان بودن، این دوتا رو میگیرن به عنوان جاسوس میگن. بعد به مورا میگن بیا بشینه مذاکره کن. این صحبت مال 40 سال پیش نیست، مال 4 ماه پیش هم نیست، مال 4 هفته پیشه. یعنی اتحادیه اروپا میخواد بیاد با اینا، که اونم اتحادیه اروپا که عزم کنم دلال این وسط، یعنی میخواد این معامله رو جوش بده، یه چیزی گیرش بیاد، کاره ای نیست، کاره آمریکاست، همشون هم میدونن. اینا میخوان دلالی کنن بین جمهوری اسلامی و آمریکا که آمریکا به اینا فشار نیاره، این مادون حیوانات سر کار بمونن که اتحادیه اروپا از این روابط با اینا سود ببره. دلاله، دلال عشق این دو نفره. میگه بیا مذاکره کنیم، فعلا یه دوتا تبعه اروپا رو، دوتا فرانسوی رو میگیرن تو ایران بودن، دوتا احمق. واقعا باید آدم احمق باشه پاشه بیاد اروپایی، پاشه بیاد اینجا. خودشو به تبعه ایرانی اروپاییشون میگن نرین آقا، دوچار خطر میشی، چه برسه دوتا اروپایی آمدن به عنوان توریست، گرفتن گذاشتن تو زندان که چی داشته باشن؟ در مذاکره با مورا که اصلا آدم اینا شده دیگه، نوکر اینا شده برای اینکه این معامله جوش بخوره، یه به اصطلاح لورج یا اهرم فشاری دستشون باشه. من میخوام همین عرض بکنم، شما اشاره کردید که هم در قرآن هست که بکشید و دیگه وقتی شما میکشید گروگانگیری که در مقابلش مثل تفریح، مثل جوک بمونه، بکشید مخالفین رو برای رسیدن به اهدافتون، و هم در سنت است، یعنی روش پیغمبر که دستور کشتار مخالفین رو میداده یا هر کسی که احساس میکرده به ضررشه. اونجایی هم که زورش نمیرسیده میرفته قرارداد صلح میبسته که آقا صلح کنیم با هم دیگه، چون احساس میکرده زورش نمیرسیده. اینا هم که میدونید دیگه از این دوتا منبع استفاده میکنن، قرآن و سنت پیغمبر، که حالا این سنت رو چون در تاریخ نوشته شده ما نمیدونیم، بعضی هم حالا دستکاری کردن، ولی اینه. بنابراین در ذات این نظامه، و این نظام چرا متحدینی حتی در کشورهای
اسلامی داره، برای اینکه اونها هم برداشتشون از اسلام همینه، مطابق با اینا هست. واسه همین شما میبینید که مثلا نمیدونم چیچی نقاش قاتل جزو کسانی که برای این نظام آدم کشته بود یه لبنانیه، ولی تفکرش با اینا یکیه، چون اینا برداشت مشترک دارن از منابع فکریشون که قرآن هست و سنت پیغمبر، و به این ترتیبه که هر جنایتی، هر رذالتی قابل توجیه، چون میگن آقا در سیره پیغمبر این بوده دیگه، شما مثالاش رو، تعدادی از مثالاش رو فرمودید، یا به قرآن مراجعه میکنم یه قتلو بکشیم به دست خدا رو. خب همینه، یعنی حالا اونهایی که میان میگن که آقا به اعتقادات ما احترام بگذاریم، آقا ما با اینکه تو مسلمون باشی، نماز بخونی، روزه بگیری تو خونه خوده، هیچ مشکلی نداری، برو بشین نماز، به قول آقای طاهری 170 رکعت بخون تا کمرت خورد شه، اما نیا به من بگو که آقا تو حق نداری به پیغمبر ما بگی این دستور خط داده، اون کار خوبی کرده، تو نیا بگو که اسلام دین ترور و وحشته، خیلی هم خوبه، خیلی هم رحمانیه، یه جایی هم گفته که مهربان باشید، البته بین خودتون. اینه که من احساس میکنم دوستان به خصوص عزیزان ما در داخل ایران یک نگاهی بکنن و فکر نکنن که این فقط به خاطر اینه که خامنه‌ای خیلی آدم بدی، پدر سوخته است مثلا، یا خمینی خیلی آدم بدی بود. نه عزیز، آبشخور فکری اینا این رو بهشون یاد میده، بهشون میده، میگه برای رسیدن به اهداف هر کسافت کاری کردی کردی، خدا بالاست میدونه تو داری کار خوب میکنی. آخه کشتن یه انسان دیگه اصلا قابل درکه که شما یه نفر دیگر رو، حتی دشمنتو، بری بکشی، ولی اون توجیه میشه خیلی راحت، مثل آب خوردن سر میبرن و هر کسافتکاری خودشون رو نزدیک میکنن به طرف تا طرف رو بکشن. این در یک جهان آزاد، در یک افکار دموکراتیک و متعالی، کثیف‌ترین نوع تفکره که یک انسان خودشو اینقدر بیشرافت کنه که با حقه و کلک بره با آقای فرخزاد نزدیک بشه، از نقطه ضعفش استفاده کنه، بعد اون دعوت کنه به خونه، غذا آماده کنه و اینا سرشو ببره. این آخه کجای دنیا شما با یه همچین موجودات عجیبی میتونید روبرو بشید؟ و اینا دوستان از یه جا، از یک آبشخور فکری برای اینا تغذیه میشه، اینا تغذیه میشن، از یه جا تغذیه فکری میشن، و خب نتیجهش هم همین. جواب داری عزیز، ما وقت زیادی نداریم، همونگونه که با هم صحبت کردیم، من از جواب‌داری خواهش میکنم که برنامه رو جمع‌بندی بفرمایید. از آن بزرگ شما جناب، همونطور که شما فرمودید آقای افتخاری، ما واقعا بارها، شما خودتون شاهدید در برنامه‌های قبلی که در گذشته داشتیم و در رسانه ها فعالیت میکنم، من مشکلی، نه من، هیچ کدوم از این منتقدای اسلام مشکلی با مسلمون ها ندارن. مشکل اساسی ما ایدئولوژی اسلامیه. این ایدئولوژی تمامیت خواه ضد انسانی که سایش به روی ساکنای خاورمیانه افتاده، زندگی ساکنان این منطقه رو به جهنم تبدیل کرد، به عناوین مختلف، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، همه چیزشون رو برده زیر سوال. ما، شما نگاه بکنید واقعا این تاریخ، اگر شما اگر تاریخ همین سفریه رو بخونید که چه مجازات هایی در رابطه با اینکه حرفای صفویه و بساب اصول مذهب شیعه رو نمیپذیرفتن، مخالفین چه بلایی رو سرشون می آوردن، واقعا تعجب میکنید، واقعا قابل تحمل نیست، قابل توجیه نیست
اصلا در هیچ چارچوبه دینی قابل تعریف نیست. به خاطر همین هم از که شما میبینید الان تمام مناطق میگن آقا سر ما رو در ایرانه، هر کدوم از منتقدای منطقه رو، آشوبهای منطقه رو باشون صحبت کن میگه سر ما رو تو ایران. واقعا ما در خاورمیانه زندگی میکردیم دیگه. من 20 سال در همین حکومت اونجا زندگی کردم، با حدود ارزم بزرگ 20 تا از پایین ترین قشر جامعه یعنی کارگرها زندگی کردم. ولی این مشکلات روز به روز بیشتر شد در جامعه ایران. همینطوری که اینها سیاست های قبلی مماشات با اینا نشون داد، همینطوری اینها یک قدم اگر عقب نشینی کرد قرار اینها 100 قدم اومدن جلو. در رابطه با عراق اینطوری شما نگاه کنید، الان کشور عراق واقعا اصلا مدیریت دست عراقی ها نیست، برنامه هاش از جای دیگه تعیین میشه، گروه های نمیدونم حشد الشعیبی و فلان اینا همه تحت پوشش رژیم مذهبی ایران هستن. شما همچین چیزی رو در کل دنیا سابقه داره ببینید که آقا یه گروه نظامی داخل یک کشور همسایه تحت نفوذ کشور دیگری باشد؟ همچین چیزی اصلا دیدید؟ شاید هستید مثال بزنید ما بدونید. گفتم این مشکل اساسی رو باید کشور سیاست های غربی یک جوری بین خودشون حل و فصل کنن، و الا روز به روز اینها وقاحتشون بیشتر میشه. شما نگاه کنید الان تون سخنان خامنه ای رو نگاه بکنید، یک کدوم از سخنرانیاشو شما گوش بدید که در رابطه با مردم ایران صحبت کرده باشه. آقا به فکر آسودگی مردم هم باشید دیگه. آقا این مردم که گناه نکردن که اومدن مسلمون شدن، که تمام سخنرانیاش در رابطه با نمیدونم مسائل تروریسم و مسائل کشتن و این یکی اونطوری کرده. اون سخنگوهای آمریکا یک بار آیت الله خمینی رو یا آیت‌الله خامنه ای رو از زبونشون نیفتاده، ولی اونا وقتی میخوان صحبت کنن و به بدترین وضعی تحقیر میکنن دیگران، چون یاد نگرفتن اصول اسلامی چنین چیزا رو بهشون یاد نداده. اینا یک مش اراذل و اوباش هستن. پاسدارا الان کی هستن؟ تفنگدارهای اراذل و اوباشی که الکی این ستاره ها رو دوشون چیندن. اون مدارکی به اینا داده بودن همشون تقلبیه. قاسم سلیمانی کی بوده؟ 6 کلاس سواد نداشت آقای افتخاری. کدوم دانشگاه جنگ و نمیدونم نظامی رو دورش رو دیده بوده؟ تمام منطقه رو به آتش کشید. شما فکر میکنید داعش از کجا در اومد؟ از دل تروریستای اسلامی شیعه در اومد. از بس و عراق شیعان سنی ها رو اذیت آزار کردن. یعنی 1400 سال آقا نتوانستن این دو تا فرقه اسلامی با هم بسازن کنار بیان. چرا؟ موقع تروریست با هم از هم دیگه حمایت میکنن، ولی در جای دیگه پیروانشون به جون هم دیگه میرن، همین دیگه رو پاره پاره میکنه. این دین اسلام. توصیه من به تمام مردم ایران، به تمام هموطنان عزیزم که میدونم واقعا دارن زرج میکشن از دست این نظام، اینه که تاریخ این بیشرف ها رو بخونید، مطالعه بکنید. اونایی که سواد دارن بخونن، اونایی هم که بیسوادن فرزندان اقوام سواددارشون بهشون بیاموزن، بگن که چی کشیدیم از دست اینا. بس دیگه، یک جا باید این مسئله پایان پیدا بکنه. و تا همیشه من به حرف خودم پای بندم، تا زمانی که این بیشرف ها از کناره جامعه ایران کنده نشن و به حاشیه رانده نشن، ما مشکل ما حل نمیشه. باید مذهب
دولتی از میان برداشته بشه. یک حکومت دموکراتیک نمیتواند بر حساب یک مذهب دولتی، چون یک کشور سنی داره، مسیحی داره، بی خدا داره، همه جور انسانی درش هستن، همشون هم ملیتی چون ایرانیه، باید این حذف بشه، باید واقعا دست اینا از زندگی اجتماعی سیاسی اقتصادی مردم کوتاه بشه. من از تمام تکنوکرات های معروفی که واقعا در برنامه ها در رسانه ها صحبت میکنن تمنا میکنم، استدعا میکنم در این زمینه تفکر کنن و اینو به جامعه ایران منتقل کنن، بگن که واقعا ما از چی داریم واقعا میکشیم، چرا این همه بدبختی به سر مردم داخل ایران میاد. حالا ما اومدیم اینجا داریم یک زندگی نرمالی رو برای خود ما میگذرونیم، ولی اکثریت ملت ایران همه که امکانات ندارن، که اکثریت ملت ایران در فشار هستن، اگر نمیگن از اسلام میترسن، مسائل مالی رو عنوان میکنن، میترسن، هیچ دلخوشی از اسلام ندارن. من به شما قول میدم هیچ دلخوشی از اسلام ندارم، به خاطر که ول کنید 1400 سال، 40 سال دارن دیگه، 43 سال دارن میبینن، 40 دست کارنامه سیاه و ننگین اینا رو دارن میبینن. سپاسگزارم از شما و بار دیگه از رسانه مانی برای مدیریت این برنامه. امیدواریم که این صحبت ها نتیجه مثبتی برای جامعه داخل ایران داشته باشه. ممنونم از شما. من سپاسگزارم از جناب والی، تقدیم میکنم احساسات پاک انسانی شما رو جناب طاهری عزیز و عرض میکنم که ما به نظر من با وجود انسانهای شریفی مثل شما که میان و نقد خردمندانه و عادلانه میکنن، به دوران جدیدی به نام رنسانس ایرانی پای خواهیم گذاشت. مطمئن هستم که این افکار متعالی مطالعات شد دقیق شما در روزه با تاریخ اسلام بسیاری از جوانهای ما رو آگاه و آگاهتر میکنه و اونها رو حساس میکنه که برن بیشتر مطالعه کنن و روزی خواهد رسید که این ایدئولوژی خطرناک و ضد بشری در ایران حالا ریشه‌کن هم نشه در اقلیت مطلق قرار میگیره، به خصوص که برای یک بار هم که شده در تاریخ اینا اومدن همه قدرت رو گرفتن، همیشه در قدرت اینا شریک بودن، آخوندها همیشه رفیق دوست و شریک قافله بودن، ولی این بار دیگه خودشون دوست شدن و آمدن سر کار، همه چی رو در اختیار گرفتن و نتیجهش رو هم داریم میبینیم. مملکت ثروتمند، مملکتی رو که مردم داشتن به سمت رفاه و شادی می رفتن، به یک ماتمکده کامل و یک گداخانه کامل تبدیلش کردن، از خاصیت های این مادون حیوانات است. من مطمئن هستم که ما گام در جاده آگاهی روشنگری خواهیم گذاشت. درود می فرستم به همت شما، دوستان سایر دوستان عزیزی که در این رسانه در کنار آقای مانی به این کار بسیار بزرگ دارن میپردازن. من شک ندارم که اثرات این کارهایی که شما و سایر همکاران ما در رابطه با نقد اسلام انجام میدن کاری ارزشمنده و در تاریخ کشور ما باقی خواهد ماند. همینجا از شما سپاسگزاری میکنم و به اتفاق شما به همه عزیزان بدرود عرض میکنم. بدرود. بدرود.